اگر ما خیلی به شکل مختصر نگاه بکنیم، در دوران اولیه جمهوری اسلامی توهم نسبت به حکومت وجود دارد. پس از اون توهم به دوران اصلاح طلبی وجود دارد و بالاخره در دوره های سالهای اخیر، یعنی از سال 1396 به این طرف، ما با یک رشد، یک آنتاگونیزمی بین بالایی ها و پایین ها مواجه هستیم که بیش از پیش عدم اعتماد نسبت به قدرت سیاسی مذهبی ایران رو نشان میدهد، که در شکل برجسته خودش به لحظه انقلاب زن زندگی آزادی میرسیم و این بیان این هستش که کلیت جامعه، بیش از 80% جامعه نسبت به قدرت سیاسی مذهبی به اونها در واقع نمیگوید و بنابراین جمهوری اسلامی برای اینکه بخواهد با لجاجت و در واقع با تمام فریبکاری‌های خودش نشون بدهد که اتفاقی نیفتاده، حال آنکه ما میبینیم و از جمله در همین اقدام‌های مربوط به انتصابات جمهوری اسلامی به شکل عریان آشکار پایه‌های رژیم در ایران در واقع کاملا منفرد شده، ایزوله شده و این هم منجر به این میشه که اگه در این انتخابات کنونی بر اساس همون گونه که شما هم بهش اشاره کردین، اگر چنانچه بفرض 40% هم که باشه که این آمار دستمالی شده و دستکاری شده جمهوری اسلامی هستش، در طی 20 سال اخیر نیمه شده، یعنی در واقع نصف شده است نسبت به 20 سال گذشته. پس بنابراین با توجه به این که این آمار هم آمار کاملا در واقع ساخته شده ای هستش، من هم فکر میکنم واقعا روی همون 10% ما باید بیشتر تحلیل خودمون قرار بدیم. ولی که جمهوری اسلامی به لحاظ در واقع این دوگماتیزمی که داره، روحیات ضد مردمی که داره و نمیخواهد گرایش های موجود در جامعه رو ببیند، به خاطر چی؟ به خاطر یک نظام ولایت فقیهی مذهبی شدیدن متحجر هستش و بنابراین نگاهی که در دل جامعه و تحولاتی که در دل جامعه هستش رو نمیخواهد ببیند، یا اونجایی هم که حس میکنه نمیخواهد اعتراف بکنه و به همین خاطر هم هستش که عملا جمهوری اسلامی در سیستم کاری خودش باید بیش از پیش به سرکوب و خشونت دست بزنه، از سوی دیگر به اقدام‌های مانند تبلیغات و پروپاگاندهای گوبلزی دست بزنه تا اینکه به اصطلاح بتواند جامعه رو مهار بکنه. ولی جامعه چه به شکل خیابانی در انقلاب مهسا و چه به شکل در واقع لحظه انتصابات نشون میده که این جمهوری اسلامی رو نمیخواهد و بنابراین علارغم تمام اقدام‌های نمایشی قدرت سیاسی موجود، ما به طرز عریان آشکار این شکاف رو به شکل واضحی می‌بینیم. خب به این موضوع شکاف و قدرت یا نمایش حکومت اشاره کرد. آیا واقعا حکومت به نقطه رسیده که این نه بزرگ جامعه ایران رو در این دوره رأی‌گیری برای تعیین جانشین رئیسی درک کرده باشه، یا اینکه تصور می‌کنه شرایط رو می‌تونه با کاندیداهای مورد تاییدش کنترل کنه؟ بله، ببینید جمهوری اسلامی اگر خاطرمون باشه، به هر حال در دورانی که مربوط به خود رئیسی میشد، رئیسی رو در چارچوب یک سیاست خلاصسازی عملا اقدام کردن و تنها جناحی از اصولگرایان رو آوردن و خامنه‌ای اعلام کرد که رئیسی بهترین انتخاب او هست و به دلایل گوناگونی که این در اینجا فرصتش نیست، به هر حال او رو میکشن و بعد از قتل اون مجموعی از نمایش های گوناگون تبلیغاتی رو به پا میکنن که از نظر مذهبی و به اصطلاح در ارتباط با قتل او فضاسازی بکنن که افراد به سمت خودشون بکشانن. ولی اینها در واقع به نظر من در ارتباط با این که آیا ذهنیت خامنه‌ای در جستجوی فهم دقیق شرایط هستش، به هیچ وجه. اینها در واقع شگرد میزنن گاهی با فقط بخش اصولگرایان، برخی دیگر گاهی اوقات مانند امروز با بخش اصلاح طلبان در واقع ترکیب میکنن تا به این ترتیب بتوانن در واقع مشارکت رو افزایش بدهند. ولی در همین لحظه به لحاظ خبرهایی که ما داریم در میان خود
اصولگرایان در واقع ریزش وجود داره و حتی برخی از اونها هستن که وارد چی رای دادن نشدن. و از اون طرف هم در ارتباط با در واقع اصلاح طلبان، بخشی از اصلاح طلبان آمدن ولی بخش دیگر باز نیامدن. این بیان چیست؟ بیان اینه که نه تنها در سطح کل جامعه در واقع دفت کردن و ترد جمهوری اسلامی به طرز عریان آشکار میبینیم، بلکه در درون خود نظام جمهوری اسلامی و هیئت‌های گوناگون رهبریت و یا در واقع هیئت حاکمه ریزش ها و اختلاف‌های شدیدی وجود داره و اینها در واقع نوعی فروپاشی درونی نظام رو معنا میدهد. ولی که از اونجایی که استبداد همیشه کور عمل میکنه و فکر میکنه که فقط با طریق قهر میتواند کنترل بکنه جامعه رو، بنابراین برای جمهوری اسلامی درایتی معنا ندارد. بنابراین تو همین ترتیب به شکل کورکورانه از این گام به اون گام، از این سنگر به اون سنگر اقدامهای خودشو ادامه خواهد داد. بله ممنونم. به موضوع حذف احتمالی رئیسی توسط حکومت اشاره کردید. اطلاعات دقیق و قابل استنادی صدای آمریکا تا این لحظه در دست نداره. سپاسگزارم آقای جلال ایجادی، جامعه شناس، که از پاریس دعوت ما رو پذیرفتید.